سرخط خبرها. عضو مجلس بریتانیا خواهان به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و حفاظت از هزاره ها در افغانستان شد. جان باختن یک شهروند اهل افغانستان در اثر شکنجه مرزبانان ترکیه. طالبان قتل یک جوان به دست نیروهای این گروه در کابل را تایید کردند. از هر 4 سرباز زن آمریکایی در افغانستان یک تن آنان تعرض جنسی را تجربه کردند. یک پسر جوان در ننگرهار که به دعوت کمیسیون تماس طالبان به کشور برگشته بود به قتل رسید. و منابع میگویند طالبان بیش از 50 زن کارگر یک شرکت خصوصی را در کابل لت و کوب کردند. سلام و وقت بخیر. با سرویس خبری ساعت 6 هزار ورلد با من ریحانه رابی و همکارم لیلا محمدی خوش آمدید. مشروع خبرها. در 3 سالگرد تسلط طالبان در افغانستان، دیوید آلتون، عضو مجلس اعیان بریتانیا گفت اقدامات طالبان در برابر زنان و دختران به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود. دیوید آلتون همچنین خواهان اقدام در برابر جنایات وحشیانه علیه هزاره ها شد. دیوید آلتون گفت تسلط طالبان در افغانستان منجر به فروپاشی 20 سال پیشرفت در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و همچنین حقوق اقلیت ها شد. آقای آلتون روز پنجشنبه با نشر ویدیوی در شبکه ایکس گفت که قبل از خروج آمریکا، بریتانیا و متحدانشان از کابل هشدار داده بودند که با این اقدام زنان و هزاره ها در معرض خطر قرار خواهند گرفت. او گفت که در 3 سال حاکمیت طالبان حمله های متعدد شامل بمبگذاری علیه اماکن آموزشی و مذهبی هزاره ها صورت گرفته است. این عضو مجلس اعیان بریتانیا افزود که طالبان با صدور فرمان های پیهم زنان و دختران را از جامعه حذف و در خانه حبس کرده است. منابع محلی در ننگرهار میگویند که یکی از باشندگان این ولایت در پی شکنجه مرزبانان ترکیه جان خود را از دست داده است. منابع روز پنجشنبه 25 اسد به هزار آورد گفتند که این جوان زمانی که قصد داشت به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شود به دست مرزبانان این کشور افتاده است. به گفته این منابع نام این جوان رومل بوده و پس از شکنجه توسط مرزبانان ترکیه او به پلیس ایران تحویل داده شده است. گفته می شود که رومل پدر 4 فرزند بوده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از شهروندان این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی و فشارهای این گروه مجبور به ترک کشور شده اند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله طالبان، قتل یک جوان به نام حمید جلال پشتون به دست نیروهای این گروه در کابل را تایید کرد و گفت که عامل قتل بازداشت شده است. او شب گذشته، پنجشنبه 25 اسد، در پیام کوتاهی در ایکس گفته است که بررسی ها در مورد این حادثه جریان دارد و پس از طی مراحل برای اجراءات بعدی به دادگاه نظامی سپرده می شود. قانه به هویت قاتل و عضویت وی در گروه طالبان اشاره نکرده و او درباره زمان و مکان قتل نیز جزئیات نداده است. طبق گزارش ها، حمید جلال پشتون روز سه‌شنبه در منطقه کارتی نو کابل هنگام سبقت گرفتن موتر حاملش از کاروان موترهای طالبان توسط اعضای این گروه کشته شده است. یافته های تحقیقی پروژه جنگ وابسته به مؤسسه امور بین المللی دانشگاه براون امریکا نشان می دهد که از هر 4 سرباز زن ایالات متحده در افغانستان یک تن آنان تعرض جنسی را تجربه کرده است. نشریه هزینه جنگ روز چهارشنبه 24 اسد با نشر یافته های این تحقیق نگاشته که 1.9% از سربازان مرد آمریکایی در افغانستان نیز مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند. بر اساس یافته های تحقیق این سربازان در جریان خدمتشان بین سالهای 2001 تا 2000
21 در افغانستان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. یافته های این تحقیق همچنان نشان می دهد که زنان سیاه‌پوست و دیگر باشان جنسی در میان نیروهای ارتش امریکا بیشتر از دیگران در معرض آزار جنسی قرار گرفته است. یافته های دانشگاه براون نشان می دهد که موارد تعرض جنسی در ارتش امریکا طی سالهای 2021 و 2023 به حدود 150,000 رسیده است. پیش از این وزارت دفاع امریکا اعلان کرده بود که در سال 2021 35,900 مورد و در سال 2023 هم 29,000 مورد تعرض جنسی بر سربازان ارتش این کشور ثبت شده است. با این حال تحقیق دانشگاه براون برخلاف این آمار مورد تعرض جنسی بر سربازان آمریکایی را در سال 2021 75,569 مورد و در سال 2023 نیز 73,695 مورد نشان داده است. منابع محلی در ننگرهار می گویند که یک پسر جوان در این ولایت که بعد دعوت کمیسیون تماس طالبان به کشور برگشته بود به قتل رسیده است. منابع گفتند که این فرد سمسور نام داشت و روز چهارشنبه 24 اسد توسط تفنگداران ناشناس در ولسوالی چپرهار ننگرهار به قتل رسیده است. منابع افزودند که سمسور کارت بخشش طالبان را نیز دریافت کرده بود، اما از چندی به این سو زیر نظر این گروه بود. منابع تصریح کردند که مقتول در نزدیکی یک برج امنیتی طالبان به قتل رسیده است و عاملان این رویداد نیز مشخص نیستند. به گفته منابع طالبان از این افراد به عنوان تفنگداران ناشناس یاد می کنند، اما مردم منطقه به دلیل اصابت گلوله به سمسور در زیر برج امنیتی این گروه آنان را مقصر می دانند. این در حالی است که روز گذشته تفنگداران ناشناس یک پسر جوان را در ولسوالی شیرزاد ننگرهار نیز به قتل رسانده بودند. منابع می گویند جنگجویان طالبان روز چهارشنبه با موتر حامل کارمندان زن یک شرکت کشمشپاکی در کابل حمله کردند و این زنان را بیرحمانه لتو کوب کردند. منابع به هزاراولد گفتند افراد طالبان در چهارراهی عبدالحق موتر حامل بیش از 50 زن کارگر را متوقف و آنها را لتو کوب کردند. یکی از زنان کارگر گفت طالبان به دلیل اینکه چرا زنان در صندلی جلوی موتر نشستند و اینکه چرا در روز رخصتی سر کار می روند به ما حمله کردند. شیشه های موتر را شکستند و با میله تفنگ به کمرم زدند. زنان کارگر می گویند بعد از آنکه چند نفرشان پس از لتو کوب طالبان جراحت برداشتند و شفاخانه ابن سینا در کابل مراجعه کردند، اما این شفاخانه از درمان آنها خودداری کرده است. این زنان شاغل با فرستادن ویدیویی گفتند که برای تامین غذای فرزندانشان ناگزیر هستند کار کنند. یکی از این زنان گفت ما از هوس از خانه بیرون نشده ایم. من 4 فرزند دارم، به خاطر 200 افغانی از 5 صبح تا 5 شام کار میکنم. این زنان میگویند افراد طالبان به شمول راننده مرد بیشتر زنان را با اسلحه تهدید و لتو کوب کردند. هنوز طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. سپاسگزارم از اینکه تا پایان این سرویس خبری ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد وقتتان خوش. خدا نگهدار.